حالا به این فکر کردی که یه چیز ساده مثل صدا میتونه همه چیز رو تغییر بده؟ یه موهبت الهی که نه تنها زندگی صاحبش رو متحول میکنه، بلکه به آدمها حال خوب میده و حتی میتونه درآمد یک بیزینس رو چندین برابر کنه. حالا فکر کن که یه صدا تو سال 1339 یه دنیای جدید ساخت. اگه میخوای بدونی صاحب این صدای خاص و تاثیرگذار کی بود و داستانش چی بود، تا آخر این ویدئو همراه من باش. سال 1339 بود که شرکت تلفن تصمیم گرفت یه خط ویژه به اسم 19 برای اعلام ساعت گویا راه اندازی کنه. اما این تصمیم یه چالش خیلی بزرگ داشت: انتخاب صدای مناسب. برای این کار بین دختران اپراتور خط 08 یا همون راهنمای تلفن قدیمی که الان به اسم 118 میشناسیم، یه مسابقه برگزار شد. تو این مسابقه از بین 70 نفر یه دختر 23 ساله از تهران به نام خانم عشرت ایرانپور به عنوان صاحب گرمترین و صمیمیترین صدا انتخاب شد. اما این فقط شروع ماجرا بود. خانم ایرانپور به همراه گروهی از اپراتورهای منتخب برای آموختن فن کلمات تلفنی به آلمان و فرانسه اعزام شدند و بعد از 3 ماه آموزش فشرده برگشتن. خانم ایرانپور 3 ماه تمام شب و روز حرف میزنه تا نوار ساعت دقیق تهران رو پر کنه و همین نوارها بود که با گرفتن شماره 19 ساعت دقیق رو به طور خودکار اعلام میکرد. این نوار به آلمان فرستاده شد تا نسخه های کپی دقیقی ازش ساخته بشه. از اون به بعد هر کسی که شماره 19 رو می گرفت، دقیق ترین زمان ممکن رو دریافت می کرد. این اقدام باعث شد تا در هر ثانیه بین 100 تا 150 نفر برای دونستن زمان دقیق با شماره 19 تماس بگیرن. جالب تر این که هر تماس 2 ریال به حساب شرکت تلفن واریز می کرد. این یعنی درآمد ماهیانه حدود 30,000 تومان برای شرکت تلفن، اون هم در دهه 30. به همین دلیل مسئولان شرکت به خانم ایرانپور لقب دختر طلا رو دادن، چون به نوعی این صدا بود که در دل مردم جا باز کرد و مردم برای شنیدن این صدای گرم بارها با شماره 19 تماس می گرفتن و این کار اونها درآمد فوق‌العاده‌ای رو برای شرکت به ارمغان آورد. گاهی اوقات یه تغییر کوچیک، یه تصمیم ساده یا حتی یه موهبت که شاید خودمون هم ازش بیخبریم میتونه مسیر زندگیمون رو عوض کنه و دنیا رو هم برای خودمون و هم برای دیگران به کلی تغییر بده. این تغییرات ممکنه یه نگاه تازه به چیزهای معمولی یا یه حرکت ساده که روی اطرافیان تأثیر میذاره باشه. هر کدوم از ما یه چیزی در درونمون داریم، یه قدرت پنهان، یه استعداد یا ویژگی خاص که شاید به نظر بی اهمیت بیاد. اما همون ویژگی ها یا توانایی های کوچیک میتونن به زندگی های خودمون و دیگران رنگ و بوی تازه‌ای بدن و زیبایی های جدیدی به جهان اضافه کنن. حالا نوبت شماست. شاید همون چیزی که همیشه درون خودتون داشتین و بهش توجه نکردین میتونه تغییری بزرگ ایجاد کنه. تو چه چیزی در درون خودت میبینی؟ چه موهبت، استعداد یا ویژگی خاصی داری که میتونی باهاش دنیای خودت و دیگران رو زیباتر کنی؟ تغییرات و تحولاتی که ممکنه در ابتدا کوچیک به نظر بیاد، اما میتونه جرقه‌ای برای دنیای بهتر باشه. اگه دوست داشتین خوشحال میشیم که درباره قدرت، استعداد، ویژگی خاص یا موهبتی که دارین تو کامنت‌ها برامون بنویسین. اگه این داستان ساده براتون جالب بود، لطفاً لایکش کنین و با دیگران به اشتراک بذارین. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب و زنگولش رو فعال کنین.